به نظرتون چجوری میتونیم موز را عین روز اولی که از بازار میخریم تازه نگه داریم؟ مطمئناً روش‌های مختلفی رو توی فضای مجازی برای نگهداری سالم موز دیدید. ولی 4 تا از بهتریناش که 100% هم نتیجه میدم براتون توی این ویدیو آموزش میدم. ویدیو رو لایک کن که مطمئنم به دردت میخوره. اگه وقتایی که موز میخرین زیاد میمونه و میخواین همینجوری عین روز اولش زرد و تازه بمونه، یه تیکه فایل آلومینیومی بیارید و ته موزتون رو بهش بپیچید. به زبون ساده تر ساقه موز رو اگه فایل پیچی کنید کاملا سالم میمونه. بعد فایل پیچی کردن با خیال راحت توی یخچال نگهداری کنید. روش بعدی هم میتونه به مدت 1 هفته موز رو سالم و سرحال نگه داره. داخل یه ظرف مناسب موز را قرار بدین تا ساقش پایین باشه. آب ولرم رو تا جایی بریزید که ساقه موز کاملا داخل آب قرار بگیره. همین شکلی بذارید یخچال، بعد 1 هفته عین روز اول تحویلش بگیرید. ویدیو رو لایک کن تا ترفند بعدی هم ببینی. این ترفند از مامانم یاد گرفتم، به هیچ عنوان پوست موز رو دور ننداز. پوست موز رو تا زمانی که سیاه و خشک بشه پای گلدونت بذار. املاح و ویتامین های پوست موز جذب خاک گلدان میشه و به عنوان کود عمل میکنه. روش بعدی خیلی ساده است. میتونیم با پارافین موز رو عین روز اول سالم نگه دارید. یه دونه شمع تهیه کنید، روشنش کنید، بعد بالای ساقه موز بگیرید تا پارافینی که ذوب میشه روی ساقه موز خشک بشه. کل ساقه رو باید با پارافین پوشش بدین و همین سادگی آماده میشه. بذارید یخچال تا سالم بمونه. نکته دیگه هم این که میتونید داخل پلاستیک مشکی نگه دارید به طوری که نور بهش نخوره و سیاه نشه. در ادامه ویدیو روش نگهداری میوه های دیگه هم بهتون آموزش دادم. برای نگهداری انواع گوجه سبز و آلوچه کاملا بشورید و داخل یه ظرف مناسب بریزید. به اندازه 1 پیمانه نمک دانه ریز روش بپاشید. مابقی ظرف رو تا بالای ظرف آب ولرم بریزید. درشو بذارید و تا 1 سال با خیال راحت نگه دارید. حتی تو زمستون هم گوجه سبز دارید. واسه اینکه گوجه فرنگیاتون کپک نزنه و تا 1 ماه تو یخچال سالم نگه دارید، روی جای بوته گوجه فرنگی یا همون تر گوجه فرنگی رو چسب بزنید. برای نگهداری طولانی مدت ذرت، کلاله سرش رو برش بزنید. به جاش یه دونه دستمال کاغذی بذارید و بپیچید. اینجوری تا 1-2 ماه داخل یخچال کاملا سالم میمونه. برای اینکه خیارها در مدت 1 هفته کپک نزنن و نرم نشن، میتونید یه دستمال نخی تهیه کنید، خیارها رو بهش بپیچید و تو یخچال با خیال راحت تا 2 ماه نگهداری کنید. برای نگهداری میوه هایی مثل پرتقال، کیوی یا لیمو شیرین و حتی لیمو ترش میتونید داخل یه ظرف مناسب بذارید و یه اسفنج قرار بدین تا رطوبت میوه ها رو به خودش بگیره و دیرتر خراب بشن. برای نگهداری سیب زمینی بدون اینکه جوانه بزنه، داخل ظرف سیب زمینی ریخته کنارش یه دونه سیب زرد یا سیب قرمز بذارید. اینجوری اصلا جوانه نمیزنن. برای خرید هندونه شیرین و خوشمزه دقت کنید که این بوته تهش کاملا خشک شده باشه و یه لکه زرد مانند مطابق ویدیو روی هندونه باشه و اون طرف هندونه یه دونه گردالی درشت داشته باشه، یعنی اندازه نقطه نباشه، یه کمی بزرگتر باشه و اینکه خطوط سبز هندونه بیشتر از سفیدا باشه. اگه از این ترفنده نگهداری خوشت اومد تو کامنت برامون بنویس تا تو ترفنده بعدی هم نگهداری مواد غذایی رو آموزش بدیم. لطفاً با سابسکرایب کردن چنلمون و روشن کردن زنگوله از چنلمون حمایت کنید تا اینکه ویدیوهای بعدیمون هم براتون نمایش داده بشن. ممنونم که تا آخر ویدیو رو با من همراه بودین.